خدمت دوستان عزیز، این ریشه دوانی در هوا هستش که انگور ما ریشه دوانی در هوا کردیم، همونطور که میبینید با پشم سنگ. این انگور رو از اینجا من قیچی کردم به خاطر اینکه توی ویدیوهای یوتیوب نباید از قیچی یا چاقو استفاده بشه و میریم با هم دیگه که این انگوری که ریشه دار کردیم رو بکاریمش. بردمش که از چیز جدا شده، پلاستیکش رو بریدم و خود انگور رو خارج میکنیم. من از پشم سنگ استفاده کردم برای ریشه دار کردن این گیاه. پشم سنگش هست که شما میبینید داخل گیاه مشخص. این پشم سنگ خیلی خوب ریشه دوونده و اومده تا اینجا. هم میشه با همین پشم سنگ کاشتهش، هم میشه شما این پشم سنگ رو ازش جدا کنید تا جایی که میشه. بهتره که جدا بشه. حالا من از خاک اینجا گلدون پر خاک کردم آوردم و از خاک استفاده میکنم که بهتر هستش. این قسمتش که ریشه نداده و ریشه ندویده بول خودمون ازش جدا میکنم تا جایی که میشه. آسیب ریشه رو نمیزم. خب این قاش خوشمزه زده بودم بهش، مهم نمیشه شاید با خود پشم سنگ هم میکشتم. خود پشم سنگ یه مدت که میمونه شروع میکنه به تولید جفک سنگ، بخاطر همه پشم سنگ رو ازش جدا میکنم تا جایی که میشه. این قسمتی که شروع کرده به ریشه دادن میذارمش داخل خاک. چون که انگور یه خورده سنگینه، اولش من این کردم توی یه دونه گلدون. اگر وای نستاد یه دونه چوب میذاریم کنارش که وایسه، چون توی بهار ما اینا ریشه دوانی کردیم و الان میریم با هم یه جای مناسب برش پیدا میکنیم. وقتی گذاشتم جای مناسب شروع میکنیم با آبیاری کردن. چون من جای مناسبی که برای این گیاه انتخاب کردم اینجا هستش کنار نیلوفر آبیم که غروب از اون طرف آفتاب میخوره و روزها اون نوک گیاه آفتاب میخوره فقط و ساقهش آفتاب نمیخوره، ولی غروب کلا به ساقه همه جاش آفتاب میخوره. دیگه نیازی به چوبم نیستش که بذارم کنارش. یه جای خیلی خوبی پیدا کردم براش که بتونه ریشه خوبی بده و در نهایت رشد خوبی هم داشته باشه. گیاه دیگه همونم که اینجا شما میبینید، این گیاه لیموم هستش که دوباره توی گلدهی هست. دوستان من سعی میکنم آموزش های قبلی رو مثلا بهتون نشون بدیم توی ویدیوهای جدید، مثل قلمه هایی که از این لیمو گرفته شده پارسال که اینجا هستش. دوستان عزیز اینجا شما قلمه ها رو میبینید، رشد خیلی خوبی داره میکنه قلمه های لیمومون. یه سری از برگاش زنبور خورده بود و من برگا رو کوتاه کردم. برگ هایی که خراب میشه رو حتما دوستان بزنید. نگاه کنید به این صورت من نصف برگو زدم چون برگ خراب بوده. الان اینجا یه ذره خرابه، اینجا رو باید زده بشه. اون قسمت هایی که خرابه یا کل برگ زده میشه یا مثلا جایی که زنبور خورده، یا کل برگ رو باید بزنید یا اینکه اون قسمت خراب برگو که گیاه شما دوباره شروع کنه به رشد. همونطور که میبینید
داره روش میکنه دوباره و شاخهای خیلی خوب و زیادی هم در آورده. سه تا قلمه لیمو هستش که من سه تاشو توی گلدون کردم و سه تاشو هم خیلی خوب جواب داد و گرفت. سبزیامون هستش که از بس کشته شده، رزماری، این هست، این جعفریه، بعد آویشن و شیویت که شیویت اینجا هم داریم، این هم شیویت هستش، بزرگ شده، چند تا شیویت دیگه هم اینجا داریم. خیلی خوب، حالا با هم دیگه این گیاه رو آبیاری میکنیم و آموزشمون به پایان میرسه. دوستان امیدوارم که از ویدیوهای ما لذت کافی رو ببرید و تونسته باشیم که کشت به شما عزیزان کمک کرده باشیم. سعی کنید دوستان با چیزی آبیاری کنیم، مثل آبپاش یا سمپاش چیزی آبیاری کنیم که کل روی خاک و کاملا خیس کنه. خب آب زیادی هم نمیخواد بشه، همینقدر که خاک مرطوب بشه کافیه. به معنی که آب شروع کرد از زیرش در اومدن شما استوب میکنید دوستان، به همین راحتی. این شد ریش دوانی انگور در هوا. امیدوارم که از ویدیو لذت کافی ببرید. دوستان یه بار دیگه میگم برای حمایت ویدیو رو لایک کنید. همتون رو دوست دارم. تا درود دیگه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.